در این بخش مهمان ویژه‌ای داریم، یک چهره ورزشی که هم خودش ورزشکار بوده، هم یک مربی موفقه و هم یک دیپلمات ورزشی هست. کسی که جدا از فعالیت‌های ورزشی حرفه‌ای خودش میشه گفت یک انسان پیشرو و صاحب سک در امور خیرخواهانه و مسئولیت اجتماعی هم است، اما اون هم نه در یک کشور بلکه در قاره‌های متفاوت، از کشورهای جنوب قاره آمریکا گرفته، اروپا گرفته و حتی آسیا و استانهای مختلف ایران. میخواییم از باقای توکلیان صحبت کنیم، چهره نامانا در کشتی ایران، که آقای علیپور در سیل اخیر پل دختر هم وقتی که خانه کشتی در پل دختر آسیب دید، ایشون کسی بودن که دوباره تنها خانه کشتی پل دختر رو به کمکش رفتن و دوباره احیاش کردن و هر نقطه ای از ایران که منطقه محروم بوده و جوانای ورزشکار و کشتیگی منتظر بودن که یکی بیاد کمکشون کنه، آقای توکلیان همیشه پیش قدم بودن. دقیقاً به همین دلیل، به همین عناوین هم هست که ایشون هم الان عضو تالار مشاهیر هستن. قربان سلام، وقت شما بخیر. سلام آقای توکلیان. با عرض سلام، خسته نباشید. درود بر شما جناب آقای توکلیان عزیز. از فعالیتایی که تا به حال انجام دادیم، ما یک بخشیشو داشتیم صحبت می‌کردیم، اگر که امکان داره خودتون بیشتر در موردش توضیح بدید، کارهای خداپسندانه‌ای که تا به امروز شما درش مشارکت داشتید. خیلی ممنون، خیلی ممنون از وقتتون. همونجوری که گفتم، من یه خدمتکارم، خودمو بیشتر از اون نمی‌بینم و وظیفه خودم می‌دونم که تا میتونم به هموطنان عزیزم کمک کنم، مخصوصا به کودکان و جوانان کشور، چون اونا آینده کشور ما هستن. بیشتر موقع هم که فعالیتام در ورزشه، چون که خود این ورزش واسه من خیلی کمک کرد. وقتی در خارج بزرگ می‌شدیم و سختی‌های زندگی داشتیم، همیشه این ورزش بود، ورزش کشتی بود که به من انگیزه میداد تسلیم نشم و ادامه بدم تو سختی‌ها. و واسه همین من خیلی حساسم که بتونم به بچه‌هایی که نیاز دارن این کمک رو بکنیم، این حق رو بکنیم که یه آینده بهتری باشه. فعالیت ما هم بیشتر در همین محیط‌هایی هست، زمینه‌هایی هستش که بچه‌ها از نظر اقتصادی ضعیف هستن و سعی می‌کنیم بهشون یه انگیزه بدیم که تسلیم نشن و همینجور ادامه بدن و با سختی‌ها بجنگن. و به نظر من این ورزش کشتی خیلی کمک می‌کنه واسه این موضوع و همیشه هدف ما اینه که به این جوانان کمک کنیم، بهشون انگیزه بدیم، ببینیم چه چیزایی دارن، درداشون رو گوش بدیم، نصیحتشون کنیم، یه برادر بزرگتر واسهشون باشیم. خیلی هم عالی. شما جزء چند چهره کشتیگیر ایران هستید که بازوبند جوانمردی و پهلوانی رو هم از فدراسیون کشتی ایران گرفتید، الان هم که عضو شورای کشتی آسیا شدید، چه برنامه‌هایی دارید؟ والا میگم لیاقتش، امیدوارم که لیاقتش رو داشتم که این بازوبند رو بدم. یکی از بزرگترین افتخارات منه و یکی از بزرگترین افتخارات منه که در کنار این پهلوانان و قهرمانان ایران باشم. من عددی نیستم در مقابل اینا و همینجوری که داره انجام میدیم با کمک ایناست. میگم همه کردیت واسه من نباشه، من تنها این کارا رو نمیکنم، دعای خیر مردم است و کمک دوستان، پهلوانانی مثل علیرضا رضایی، آقا رسول خادم، حسن رحیمی. هدف ما اینه که همینجور ادامه بدیم دیگه. در مقصد ما فعالیتمون در ایران خیلی، چون که ایران نزدیک به قلبمه، وطنمه، و بعد افغانستان و کشورهای آسیای دیگه همینجوری پیشرفت کنیم، بازدید کنیم، ببینیم کیا نیاز دارن و چه چیزایی لازم دارن. همینجور ورزشو به بچه‌ها آشنا کنیم و بهشون کمک کنیم که به راه خلاف نرن، به مواد مخدر نرن و تمام هدفشون انگیزش دامی ورزش باشه. آقای توکلیان عزیز، چون صحبت کردی در مورد افرادی که با شما مشارکت دارن در این حوزه، افراد زیادی هستن که در کنار شما دارن فعالیت میکنن. یکی از این افراد جردن باروز است که ناماشناس کاملا برای علاقه مندان به ورزش به ویژه کشتی در کشور ما یک پیامی رو منتشر کرده بود توسط شما برای مردم ایران. میشه در مورد این پیام صحبت بفرمایید؟ بله، جردن باروز خیلی ایران رو دوست داره، ایرانی ها رو دوست داره. خودش به میگفت من 75% هواداران من تو اینستاگرام ایرانی هن و همیشه باسش دار میکنن. و اون سالی که ما اومدیم ایران، در سال 2017 بود که کرمانشاه بود، جردن باروز خودش تجربه ای داشت که همیشه میگه، میگه یه تجربه ای بود که تا آخر عمرم به یاد دارم. و جردن باروز واسه مردم ایران میگه که نزدیک به قلبشن. اون موقع که سید اومد پیغام داد واسه مردم ایران، دلداری داد، واسه این کرونا هم پیغام داد به مردم ایران. همیشه میگه قلبم با شما هست، ازشون تشکر میکنه، چون که همیشه هوادارش بودن و همیشه تشویقش کردن. خیلی هم عالی. به مسابقات 2017 کرمانشاه اشاره کرد. خب همه میدونن که چه برای حضور کشتیگیران آمریکایی در مسابقات کرمانشاه و چه برای حضور کشتیگیران ایرانی در آمریکا شما خیلی رایزنی کردید و نقش یک دیپلمات واقعی البته در حوزه ورزش رو ایفا کردید. ارتباطتون با فدراسیون کشتی ایران هم خیلی خوبه، بعد از رسول خادم علیرضا دبیر رئیس فدراسیون شده. شما وضعیت فدراسیون کشتی ایران چطور ارزیابی می‌کنید؟
راستش بخوام من خودم اونجا نیستم، مثلا نمیتونم نظری بدم. به نظر منم درست نمیشه که من نظری شخصی داشته بدم به اونجا، چون آشنایی ندارم. اما آقای علیرضا دبی اسطوره بزرگه و امیدوارم که همه با هم هماهنگی کنن و همینجور کشتی ایرانو پیشرفت بدن. چون همینجور میدونید کشتی به نظر من کشتی واسه ایرانه، تو فرهنگ ماست، تو تاریخ ماست. و همه اگه با هم همکاری کنن دوباره به سکوی اول خواهیم رسید. خیلی ممنونیم از شما آقای توکلین عزیز. اگر که نکته‌ای دارید، اگر که سخنی هست با مردم ایران در اقصی نقاط جهان بفرمایید. همونجوری گفتم ازشون سپاسگزارم، التماس دعا دارم ازشون و ازشون میخوام تو این موقعیت و شرایط سخت همیشه هوای همدیگر داشته باشن و همدیگه کمک کنن، دلداری بدن و همینجوری پیشرفت کنن. همونجوری که میدونید ایرانیان نابغه‌های جهان هستند از نظر ورزش، تحصیلات و همین با هم که همکاری کنیم، به هم دیگه کمک کنیم خیلی مهمه. این واسه من خیلی مهمه، بتونیم به همسایه‌مون کمک کنیم، دست یکی رو بگیریم، انسانیت رو اینجوری دوباره رشد بدیم و به جهان نشون بدیم که ما ایرانی‌ها انسان‌های خوبی هستیم و همیشه در همه رشته‌ها موفقیم. از شما اگه شما نکته دارین سرکار. خیلی متشکرم آقای توکلیان، ممنونم. ایشون نه تنها در حوزه مسئولیت اجتماعی بلکه در حوزه تحصیلی هم الان خودشون اشاره کردن. آله. خیلی کمک میکنن مخصوصا به ورزشکارانی که در منطقه محروم هستن. خدا خیرتون بده و خدا نگهدار. خدا نگهدار شما باشه. خیلی ممنون. متشکرم. ما هر هفته سعی خواهیم کرد که با یکی از نوابغ ورزشی کشور اون افرادی که نامدار هستن چنین ارتباطی برقرار کنیم.